أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. با عرض سلام و احترام، در ادامه مباحثی که وظایف پدر و مادر را نسبت به فرزندانشون بیان می کردیم، عزیزانی که برنامه های گذشته را دنبال کرده باشند استحضار دارند که وظایفی که پدر و مادر نسبت به آموزش مسائل مهم از جمله عقاید، واجبات، فرایض دینی، نکاتی در این زمینه مطرح شده است و در این جلسه می‌پردازیم به این مسئله که پدر و مادر نسبت به آشناسازی فرزندانشون با مستحبات نیز وظیفه بر دوش دارند و خوب است که در این زمینه نیز با جدیت عمل کنند و فرزندانشون را با مستحبات نیز آشنا بسازند. برای اینکه اهمیت مستحبات را در زندگی درک کرده باشیم، به ناچار مقدمه بسیار کوتاهی را اشاره می کنم و آن این است که ما معتقد هستیم که تمام احکام و مسائلی که در دین بیان شده است دارای مصلحت و یا دارای مفسده است. به تعبیر دیگر، در همه کارهایی که شریعت الهی به ما توصیه می کنند و انجام آن را از ما می‌خواهند، در آن یک مصلحت و فایده و منفعت وجود دارد و کارهایی را که از ما نمی‌خواهد و یا ما را از انجام آنها باز می‌دارد، در آنها نیز مفسده و یا ضرر و زیانی وجود دارد که نمی‌خواهد ما دچار چنین آسیب‌ها و ضررهایی بشویم. منتها در این که این مصلحت و مفسده در چه رتبه و درجه قرار دارد، خب درجات گوناگون را می شود برای آن در نظر گرفت. مثلا یک مرتبه هست که یک مصلحت در یک کاری به اندازه 100% می رسد که در چنین شرایطی ما از اون کار به عنوان یک امر واجب تعبیر می کنیم. برای این که انسان یک مصلحت 100% رو کسب کند، باید کاری را انجام بدهد و این کار را در شریعت به واجب تعبیر می‌کنند. اما گاهی هست که مصلحت به 100% نمی‌رسد، بلکه از 99% تا 51% مصلحت از آن تعبیر می‌شود به مستحب، یعنی یک کاری که رجحان داره، یک کاری که اولویت داره و یک کاری که دارای مزیت است که خوب است انسان انجام بدهد. در میان مستحبات نیز این مصلحت 51 تا 99% خب وجود دارد که حتما ما را به آن سفارش میکنند، توصیه میکنند که ما باید اونها را انجام بدیم. بنابراین در کارهای مستحبی حتما یک کاری مستحب میشود که دارای یک چنین مصلحتی 51% به بالا تا 99% مصلحت داشته باشد و بین مستحبات نیز این درجات گوناگون قابل پیش بینی و تصور هست. از اون طرف در میان کارهایی که مفسده و ضرر وجود دارد، باز هم همین ترتیب وجود داره. گاهی یک کاری که در آن ضرری 100% هست از آن تعبیر می شود به حرام، و گاهی هم یک ضرری که به 100% نمی رسد،
که از آن تعبیر می شود به مکروه، که در مکروهات باز هم ما ضرر را داریم، مفسده را داریم و زیان متوجه انسان می شود، منتها به کمتر از اون 100 درجه که درجه حرام هست. اما کاری که نه مصلحتی دارد و نه مفسده‌ای، خب در یک چنین حالتی از اون تعبیر می شود به امر مباح که حالت پنجم هست. بحث ما فعلا در اون کارهایی است که مصلحت 51% به بالا را دارد و این مصلحت ها هم به حد وجوب و واجب شدن نمی رسد، اما اگر کسی توفیق عملی به این کارها را پیدا بکند، حتما از یک مصلحت قابل توجه، یک کمال قابل توجه بهره‌مند می شود. بر همین اساس است که شریعت اسلامی و شارع مقدس و پروردگار عالم رضایت نداده است که بندگانش کارهایی که دارای مصلحت هست و مصلحت قابل توجه هم دارد، اونها را به راحتی از دست بدهد. ممکن است در یک کاری بر اثر مصلحتی که لازم نبوده یا 100 درجه نرسیده است، اون را از ما به صورت یک امر واجب نخواسته باشد که اگر ما ترک کنیم مستحق عقاب بشویم، مستحق عذاب بشویم. اما خداوند متعال یا پیامبر اکرم و اولیاء الهی در کارهایی که دارای مصلحت هستند، از ما با توصیه های استحبابی و گاهی به صورت دستور سفارش کردند که این کارها را حتما انجام بدیم. روی همین جهت است که پدر و مادر برای اینکه فرزندانشون به این کمالات و به این مصالح و به خوبی هایی که در این کارها وجود دارد دست پیدا کنند، وظیفه بر دوش دارند که از هر طریقی که می توانند فرزندانشان را با مستحبات آشنا بسازند و اونها را تشویق کنند که به انجام این کارها بپردازند. در این که پدر و مادر از چه طریقی فرزندانشان را به این کار وادار می کنند، خب یک مقدارش به سلیقه و مهارت‌های خود پدر و مادر بستگی دارد، اما یک مقدارش هم می‌تواند قاعده کلی باشد و آن عبارت است از اینکه بیشتر تشویق‌ها باید به صورت عملی باشد، یعنی پدر و مادر خودشون اهل انجام مستحبات باشند تا فرزندانشان را بتوانند به مستحبات تشویق کنند، و از طرف دیگر بیان و صحبت کردن با فرزندان راجع به مستحبات، راجع به مزیت هایی که در آنها وجود دارد و خوبی هایی که در آنها وجود دارد، خب این هم یک راه دیگری می تواند باشد که با بیان زیبا، شیرین و تا حدود مستدل و منطقی می تواند فرزندانشان را قانع کنند بر اینکه به این کارها اقدام بکنند. بسیاری از کارها را باید به صورت عملی به فرزندان آموخت. تا هنوز بچه هایی که به سن خردسالی هستند، خب خیلی از این کارها را درک نمی کنند، نمی دانند چه کمالی در نتیجه انجام یک مستحب نصیبشان می شود. اما پدر و مادر می تواند براحتی دست اونها را بگیرند، در کنار کارهایی که انجام می دهند به مستحبات نیز اونها را عادت بدهند. مثلا وقتی خودشون به مسجد می روند، خود رفتن به مسجد برای نماز، برای شرکت در مراسم دینی و امثال اینها یک کار مستحب است و کار پسندیده است که دارای مصلحت‌های فراوانی هست. می تواند دست فرزندانشون رو بگیرن، در مسجد ببرن، در نماز جماعت شرکت بدهن، در مراسم‌های مفید و ارزشمندی که برگزار می شود به همین ترتیب فرزندانشون رو شرکت بدهن، در نماز جماعت، در نماز اول وقت و امثال اینها می تواند اینها را تشویق کنند. خب در بیان این که پدر و مادر در انجام چنین کارهای حتما باید اون مهارت لازم رو داشته باشن که یک وقتی از خشونت، از تنبیه و از کارهایی که باعث دلزدگی و دلسردی فرزندان میشوند استفاده نکنن. اما از اون طرف هم این نکته رو باید یادآوری کرد که برخی از پدران و مادران
به دلیل اینکه یک کار را مستحب میدانن خیلی مورد توجه قرار نمیدن که فرزندانشون به این مسائل رو بیاورن و شاید هم برای خودشون توجیه و دلیل بیاورن که اگر ما فرزندانمون رو در سن که هنوز بر اونها نماز و امثال اینها واجب نشده است به این کارها وادار کنیم، شاید این سبب دلسردی و دلزدگی اونها بشود و به همین ترتیب اونها رو به حال خودشون رها کنن تا زمانی که اونها به سن بلوغ برسن، تا زمانی که دیگر حرف پدر و مادر را گوش ندهند و اون زمان وقت پدر و مادر بخواهن اینها را برگردانن و به مستحبات عادت بدهند، دیگر اون زمان ممکن است که این کار از توان پدر و مادر خارج باشد و نتوانند این کار را انجام بدهند. اما از اون طرف برای اینکه این توجیه را ما بتوانیم از خودمون دور بسازیم، به این نکته باید آگاهی و توجه داشته باشیم که وقتی بهترین مربیان و بهترین انسانشناسانی که ما معتقد هستیم پیامبر اکرم ائمه اطهار علیهم السلام در این زمینه نمونه های برجسته‌ای هستند و با شناخت و آگاهی تمام از روحیات و از اخلاق اطفال و کودکان به ما وقت سفارش میکند که شما فرزندانتون رو به این کارها وادار کنید، به خوبی این نکته رو هم آگاهی داشتن که آیا این کار سبب دلزدگی و دلسردی اونها میشود یا نمیشود و از آنجایی که میدانن این کارها سبب دلزدگی اونها نمیشود، ما را وادار میکند که به این کارها باید رو بیاوریم. برای اونها میداند نه تنها تشویق فرزندان و مستحبات سبب دلسردی اونها نمیشود، بلکه خود همین کارها دلها را صفا و نورانیت میبخشد، معنویت را در دلها شکوفا میسازد و از طرف دیگر روح فرزندان را همچنان پاک و صیقل زده و جلایی نگه میدارد و خود این میتواند در آینده و سرنوشت فرزندان نیز تأثیری فراوانی داشته باشد. به همین ترتیب به برخی از اون سفارش هایی که در این زمینه صورت گرفته است به عنوان نمونه اشاره میکنم. یکی از تاکیدهایی که صورت گرفته است که ما فرزندانمون رو به اونها وادار بکنیم حضور فرزندان در نماز جماعت هست. خود نماز جماعت مستحب است، منتها مستحبه که خیلی تاکید شده است و شاید از اون مستحبایی باشد، از اون کارهایی باشد که دارای مصلحت خیلی بالایی هست و در این زمینه روایاتی داریم. وقتی آیه شریفه فصد عبمات عمر نازل شد نوشتن که روزی جناب ابو طالب همراه فرزندش جعفر که بعداً جعفر طیار معروف شد به محضر پیامبر اکرم وارد شد، در حالی که پیامبر اکرم نماز می‌خواند و امیرالمومنین علی علیه السلام نیز به او اقتدا کرده بود. جناب ابو طالب به فرزندش جعفر سفارش می‌کند که فرزندم کنار عموزادت یعنی پیامبر اکرم بیست و نماز بخوان، و جعفر سمت چپ پیامبر به نماز ایستاد. خود این میتواند یک نمونه و الگویی باشد برای اینکه چگونه یک پدر فرزند خودش را این گونه به نماز جماعت وادار میکند، نماز جماعتی هم که البته این جریان در زمان نیست که تنها پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین در مکه به نماز جماعت می پرداختن و به عبادت و پرستش خدای متعال می ایستادن. خب در یک چنین شرایطی ایستاده شدن و شرکت در نماز جماعت کار سخت و دشواری بوده است. یکی دیگر از سفارش هایی که در این زمینه خیلی وارد شده است تشویق فرزندان به نماز شب هست که در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که می‌فرماید رحم الله عبدا قام من الليل فصلى، خداوند کسی را که قسمتی از شب را به نماز می‌ایستد و مورد رحمتش قرار بدهد و ایقظ اهله فصلوا، و وقت خودی شخص بیدار می‌شود خانواده خودش را هم بیدار می‌کند و اونها هم به نماز می‌ایستند. بعد می‌فرماید الا و ان افضل الاعمال صلاه الرجل بالليل، بدانید که با فضیلت ترین کارها نماز شخص در شب هست. والذی نفسی بیده ان الرجل اذا قام من الليل یصلی، خدایی که جان من در دست اوست قسم که وقتی شخص در پاره از شب بلند می شود و به نماز می ایستد تا
تسبح ثيابه و من حوله، همه اون چیزهایی که در اطراف این شخص هست به تسبیح خدای متعال میپردازد و خود این نکته مهمی هست. بنابراین در این روایت شریف پیامبر اکرم دعا کرده است در حق کسی که خود به نماز شب برمیخیزد و خانواده خودش را هم برای این کار وادار میکند که اونها هم بلند شوند و به نماز شب بپردازند و وقتی هم این کار را انجام میدهند همه اون چیزی که در اطراف اینها قرار دارند به تسبیح الهی میپردازند. امیرالمومنین نیز در توصیه میفرماید و اوصیکم بقیام اللیل من اول زوال اللیل الى آخره. حضرت میفرماید به شما توصیه میکنم که به نماز شب بپردازید و اون موقعش هم از زوال شب، یعنی از نیمه شب تا طلوع فجر هست. فَإِنْ غَلَبَكُمُ النَّوْمُ فَفِي آخِرِهِ، اگر احیانا خواب بر شما خیلی غلبه داشت و نتوانستید در اوائل شب بیدار بشوید، همون اواخره که نزدیک طلوع فجر هست بیدار شوید. فَمَنْ مُنِعَ بِمَرَضٍ، اما اگر در این وسط کسی به خاطر مریضی ممنوعیت داشته باشد، عذر داشته باشد، فان الله يعذر بالعذر، اون عذرش در نزد خداوند متعال پذیرفته است. زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام هم بیان می‌فرماید که پدرم علی ابن الحسین علیه السلام لا یفرد فی صلات 50 رکعه، که هیچگاه کوتاه نمی‌آمد و ترک نمی‌شد نماز 50 رکعت نماز. وقت سوال می شود که کدام 50 رکعت نماز، توضیح می دهد که قال صلی الله علیه و آله و سلم، که اون نمازی که پیامبر اکرم توصیه داشته که 17 رکعه الفرائض، 17 رکعت نماز واجب در شبانه روز، 8 رکعت نماز نافله ظهر که قبل از نماز ظهر خوانده می شود و 4 بعدها و 4 رکعت بعد از نماز ظهر و 4 رکعت دیگر قبل از نماز عصر که کلن 8 رکعت دیگر نافله نماز عصر هست و 4 بعد المغرب و 4 رکعت نافله که بعد از مغرب و 8 رکعت نافله شب و 3 رکعت نماز وتر و شفع و بعد 2 رکعت نافله نماز صبح که مجموعاً وقتی انسان حساب میکند همین 50 رکعت نماز در طول شبانه روز هست. فرماید و کان علی ابن الحسین رضی الله عنه یعلمها اولاده. این نکتهش مهم است که بحث ما هم روی همین نکته است که امام سجاد علیه السلام وقتی این 50 رکعت نماز را خود به جا می آورد فرزندان خود را هم به این کار دستور می دهد و خود این نشان می دهد که پدر و مادر یک وظیفه نسبت به فرزندانشون در این جهت نیز بر عهده دارند. انشاءالله که همه ما توفیق داشته باشیم خود ما عمل به مستحبات رو در زندگی داشته باشیم و فرزندان خود را به اونها امر و سفارش کنیم. با چنین آرزو و توفیقی همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.